سشنبه ها با موری نوشته میچ آلبوم برگردان ماندانا قهرمانلو تنظیم نسخه شنیداری کتاب خان سیزده همین سشنبه موضوع مورد بحث روز آرمانی موری دلش میخواست جسدش بعد از مرگ سوزونده بشه. این موضوع رو با شارلوت در میون گذاشته بود و اونها به این نتیجه رسیده بودند که این بهترین تصمیمه. اونا برای انجام تشریفات کفن و دفن آل آکسل راد دوست بسیار بسیار قدیمی موری از دانشگاه براندیز رو انتخاب کرده بودن. آکسل راد خاخامی یهودی بود. اون یک بار پیش موری اومد و موری نقشه های خودش رو در رابطه با سوزونده شدن جسدش برای اون تشریح کرد. فعال بله دقت کن لطفا که زیادی کبابم نکنن خواخام مات و مبهوت سر جاش میخکوب شده بود اما موری این توانایی رو داشت که حتی در اون لحظه ها هم در مورد کالبدش شوخی کنه اون هرچه به انتها نزدیکتر میشد کالبد خودش رو بیش از پیش همچون پوسته کم ارزش نگاه میکرد مثل ظرفی که محتوی جانه در هر حال بدن اون در حال تلاشی بود و رفته رفته داشت به مشتی گوشت و پوست و استخون به درد نخور تغییر شکل میداد و اتفاقا همین امر بود که عظیمت جسم موری رو آسون تر کرده بود وقتی نشستم موری گفت میچ ما از مرگ خیلی میترسیم. میکروفون رو, رو روی یقه لباس موری تنظیم کردم اما بازم افتاد موری صرفه کرد اون دیگه تمام مدت صرفه میکرد. کرد اخیرا کتابی خوندم که توش نوشته شده بود به محض اینکه یک نفر توی بیمارستان میمیره، میره بیمارستانی ها روی سرش ملافه می کشن و جسدش رو داخل دالون های سرسره شکل به طرف پایین هل می دن. اونا قادر نیستن صبر کنن که جسد از معرض دیدشون محو بشه. مردم طوری رفتار میکنن که انگار مرگ یه مرض مصریه. من درگیر تنظیم میکروفون بودم موری نگاهی به دستم انداخت میچ مرگ مرض مصری نیست تو میدونی مرگ پدیده کاملا طبیعیه درست به اندازه زندگی مرگ بخشی از توافق پیشین ماه موری دوباره صرفه کرد کمی عقبتر رفتم و منتظر شدم همیشه آماده باش بودم برای یه اتفاق مهم اون در هفته های آخر زندگی خودش شبای بسیار بسیار بدی رو گذروند. شبای وحشتناک. هر دفعه که موفق می شد به خوابه فقط خوابش چند ساعت طول می کشید چون حمله های وحشیانه صرفه های لاینقته خواب رو بر اون حرام می کرد. پرستارا وارد اتاق می شدن و به پشت بدنش ضربه های وارد می کردن تا زهر بیماری رو رقیق کنن و به سمت بالا بکشن. حتی اگه اونا موفق می شدن تا نفس طبیعی رو دوباره به موری برگردونن، منظور از طبیعی یعنی با کمک ماسک و اکسیژن اونقدر از شدت حمله ها ناتوان و بیرمق می شد که تمام روز بعد رو خسته و بیحال دراز می کشید. دیگه لوله اکسیژن همیشه به بینی موری وصل بود. من از این حالت نفرت داشتم. برای من عجز و درموندگی رو تدایی می کرد. دلم می خواست لوله رو از بینی اون بیرون بکشم. میچ دیشب بله دیشب دیشب حمله شدیدی داشتم ساعتها طول کشید واقعا مطمئن نبودم که بتونم از احتش بر میام. نمیتونستم نفس بکشم نه صرفه هم تموم می شدن. و لحظه سرم گیج رفت بعد از اون آرامشی حقیقی و ناب رو احساس کردم احساس کردم آماده رفتنم موری قدری بیشتر چشماش رو باز کرد میچ باور نکردنی ترین احساسی بود که تا اون لحظه تجربه کرده بودم. حس پذیرش اون چه که داره اتفاق میافته بودن در صلح و آرامش. داشتم به رویایی که هفته پیش دیده بودم فکر می کردم. در حال گذشتن از پلی بودم به مکانی ناشناخته. آماده بودم که از روی پل بگذرم و به هر جایی که پل من رو هدایت میکنه برم. اما نرفتی؟ نه نرفتم اما احساس کردم که میتونستم برم. میفهمی؟ میچ این چیزیه که همه ما در انتظار اون هستیم کسب آرامشی حقیقی و ناب در رابطه با پدیده مرگ اگه ما از این امر مطمئن باشیم که در نهایت قادر خواهیم شد با صلح و آرامش با پدیده مرگ کنار بیایم اون وقتی که بالاخره از عهده این کار حقیقتا دشوار هم برخواهیم اومد کدوم کار منظورته به آرامش و صلح رسیدن با پدیده زندگی میچ موری از من خواست گیاه کوچک گرمسیری هیبیسکس رو که روی لبه پایینی پنجره بود کمی نزدیک تر بیارم. دستام رو دور گلدون حلقه کردم و اونو جلوی چشمای موری نگه داشتم. میچ، مرگ پدیده طبیعیه. حیولایی که ما آدم ها از مرگ می سازیم همش به خاطر اینه که خودمون رو به صورت عضوی از چرخه طبیعت نگاه نمی کنیم. فکر می چون انسان هستیم پس لابط پدیده فراتبیعی هستیم. موری به هیبیسکس لبخند زد اما ما فراتبیعی نیستیم میچ هر عنصری که متولد میشه میمیره قبول داری؟ بله خیلی خوب حالا این طرز فکر برای ما هدیه برمغان میاره و دستاوردی داره اینجاست که ما متوجه میشیم تا چه حد با این گیاه ها و حیوانات شگفتانگیز متفاوت هستیم. به همون میزان که قادر باشیم عشق بورزیم به همون میزان که قادر باشیم احساسات عاشقانه زندگیمون رو به خاطر بیاریم به همون اندازم خواهیم تونست بدون اینکه حقیقتا بمیریم بمیریم ذره زر ذره عشقی که تو آفریدی همونطور سر جای خودش قرار داره و همچنین برگ برگ خاطراتی که رقم زدی تو تا ابد در قلب تمام آدمهایی که در زمان زنده بودنت لمسشون کردی که بهشون توجه کردی جا داری صدای موری خشدار شد این نشون میداد که اون به مدتی استراحت احتیاج داره هیبیسکس رو روی لبه پایینی پنجره گذاشتم و آماده شدم که ضبط صوت رو خاموش کنه آخرین جمله ای که پیش از خاموش کردن ضبط از دهان موری خارج شد این بود مرگ به زندگی خاتمه میده اما به رابطه نه پیشرفتی در درمان بیماری ALS حاصل شده بود دارویی آزمایشگاهی تجربی که فقط میتونست زمان مرگ رو به تعویق بندازه شاید فقط قادر بود چند ماهی از تلاشی بدن جلوگیری کنه موری خبر رو شنیده بود اما بیماری اون خیلی پیشرفت کرده بود از اون گذشته اون داروها تا ماهها قابل دسترس نبودن موری فکر دارو رو از سر خودش بیرون کرده بود اون گفت نه برای من نه موری در تمام مدت بیماریش به هیچ بهش کوچکترین امیدی به شفا نداشت اون فوق العاده بین بود یه بار ازش سوال کردم اگه کسی وجود داشت که با تکون دادن اسای سهرامیزش موری رو شفا بده آیا میخواستی در همون لحظه آدم سابق باشی؟ نه میچ من به هیچ وجه نمیتونم به گذشته برگردم من حالا دیگه خود متفاوتی هستم متفاوت در انتخاب گرایش ها متفاوت در قدردانی از جسمم کاری که اونطور که باید و شاید در گذشته انجام نمیدادم متفاوت در انتخاب واجه هام برای حل و فصل سوال های بزرگم سوال های نهایی سوال هایی که هیچ وقت از ذهن دور نخواهند شد این موضوعیه که تو درکش میکنی کافیه یه بار آدم انگشت روی سوال مهم بذاره اون وقت دیگه توانایی چشم پوشی از اونها رو نداره سوال مهم؟ منظورت کدوم سالان؟ میچ به نظر من سوال در مورد عشق مسئولیت پذیری، معنویت و آگاهی و اگه من در این لحظه صحیح و سالم بودم اونا همچنان معماهای من بودن معماهای کماکان بی جواب سعی کردم اون رو در حالی ببینم که ملافه ها رو از روی بدنش بر می داره از صندلیش پایین میاد و دو نفری برای پیاده روی در همون نزدیکی ها از خونه خارج میشیم. درست مثل زمانی که توی محوط دانشگاه با هم پیاده روی می کردیم. ناگهان متوجه شدم از زمانی که موری رو سالم و سرپا دیده بودم تا اون لحظه 16 سال فاصله بوده. 16 سال موری اگه این امکان وجود داشت که تو یه روز کامل دیگه حتی فقط یه روز صحیح و سالم باشی توی اون یه روز چه کار میکردی؟ 24 ساعت؟ 24 ساعت خب بذار ببینم صبح از خواب بیدار میشم نرمش میکنم یه صبحانه عالی میخورم شیرینی با چای بعد میرم شنا بعد از اونم دوستامو خبر میکنم که برای نهار بیان خونم اجازه میدم که اونا هر دفعه به صورت گروه های کم تعداد پیش من بیان میدونی اینطوری میتونیم در مورد خونواده هاشون و در مورد دغدغه هاشون با هم حرف بزنیم در مورد اینکه چقدر برای همدیگه مهم هستیم و بعد میرم پیاده روی میرم پیاده روی توی باقی که چند درخت داره رنگ برگ های درخت ها رو نگاه میکنم پرنده ها رو نگاه میکنم طبیعت رو نگاه میکنم طبیعتی که خیلی وقت درست و حسابی نگاهش نکردم غروبم که شد همه با هم میریم رستوران بهترین پاستا رو سفارش میدیم شادم با کمی گوشت اردک آخه من عاشق گوشت اردکم باقی شب رو هم با هم میرقصیم من توی سالن رقص با شگفت انگیز ترین خودم میرقصم اونقدر میرقصم که خسته و کوفته بشم وقتی به خونه برمیگردم به خوابی شگرف و عمیق فرو میرم همش همین همش همین چقدر ساده و بی تکلف چقدر معمولی راستش کمی معیوز شده بودم یعنی پیش خودم فکر کرده بودم که روزش رو لابد با سفر به ایتالیا صرف ناهار با رئیس جمهور شلوغ بازی کنار دریا یا امتحان کردن پدیده های قریبه و ناشنا پر میکنه. بعد از اون همه مدت بعد از چندین ماه دراز کشیدن با ناتوانی از حرکت دادن پا یا حتی یک انگشت چطور چنین روزی رو با اون سوژه های معمولی میتونست به یه روز آرمانی تبدیل کنه بعدها متوجه شدم که اتفاقا همه چیز در همین یک نکته خلاصه شده اون روز پیش از خداحافظی موری از من سوال کرد که آیا میتونه موضوعی رو با من مطرح کنه گفت میچ برادرت ناگهان بدنم لرزید نمیدونم موری چطور متوجه شد که من دقیقا در همون لحظه داشتم به برادرم فکر میکردم بارها و بارها به برادرم تو اسپانیا تلفن کرده بودم و بالاخره متوجه شده بودم از طریق یکی از دوستاش که با هواپیما مدام به بیمارستانی در آمستردام میومده و برمیگشته میچ من میفهمم نبودن با کسی که عاشقش هستی درد داره اما نیاز تو اینه که با خواسته های اون با آرامش کنار بیای. شاید اون دلش نمیخواد تو روند زندگیت رو به خاطر اون متوقف کنی. شاید اون نمیتونه بار این مسئولیت رو بپذیره. من به تمام آدمایی که میشناسم میگم شماها به روند زندگیتون ادامه بدین چون من دارم میمیرم. زندگیتون رو خراب من نکنید. آخه موری اون برادر منه. میدونم اتفاقا درد همینجاست. پیتر هشت ساله رو توی ذهنم مجسم کردم با موهای طلایی رنگ فرفری وز کرده و خیس عرقی که مثل توپی نچندان تمیز روی سر اون قرار گرفتن کشتی گرفتن اونو کنار حیات خونه دیدم در حالی که هر دوتایمون شلوار جین پوشیده بودیم و رطوبت چمنها زانوامون رو خیس کرده بود اون رو در حال آواز خوندن جلوی آینه اتاق دیدم در حالی که برسی رو به عنوان میکروفون به دست گرفته بود هر دو اون رو دیدم که توی اتاقک زیر شیروانی گوشه ای مچاله شده بودیم تا بتونیم خودمون رو مخفی کنیم مثل بچه ها میخواستیم تمایل پدر مادرمون رو برای پیدا کردنمون برای شام آزمایش کنیم و بالاخره اون رو در هیئت انسان بالغی دیدم که به تدریج لاغرتر و ضعیفتر میشه صورتش رو دیدم که در اثر شیمی درمانی استخونی تر میشه موری چرا پیتر نمیخواد منو ببینه؟ میچ هیچ قاعده و فرمولی برای روابط وجود نداره باید از طریق راه حل‌های عاشقانه به توافق رسید. باید اتاقی مشترک برای هر دو طرف وجود داشته باشه. فضایی مشترک برای خواسته ها و نیازها، برای اون چیزایی که توان انجام اون وجود داره و اون چیزی که زندگی از ما میطلبه. توی تجارت مردم برای پیروزی و برد توافق میکنن. توافق میکنن به اون چه که میخوان برسن. شاید تو با این کار خیلی آشنا باشی اما عشق متفاوته عشق یعنی نگران بودن تو در مورد مسئله شخصی دیگه به کیفیتی که انگار مسئله خود توه تو اینطور احساسات رو در رابطه با برادرت قبلا تجربه کردی اما حالا از اون بی ای و میخوای که باز هم شرایط به اون دوران برگرده به هیچ وجه دلت نمیخواد اون دوران از حرکت بیسته اما این گوشه ای از خصلت وجودی ما آدم هاست یعنی ایستایی نوزایی ایستایی نوزایی به موری نگاه کردم من انواع و اقسام مرگها رو دیده بودم حالا احساس عجز و درماندگی می کردم موری گفت بالاخره یه راهی برای برگشت پیش برادرت پیدا می کنی. از کجا می دونی موری؟ تو من رو پیدا کردی مگه نه موری میگه تازگی ها داستان کوتاه قشنگی شنیدم بعد چشماش رو برای لحظه میبنده من انتظار میکشم داستان در مورد یه موج کوچیکه که به سرعت توی اقیانوس حرکت میکنه زندگی طولانی شاد و باشکوهی رو پشت سر گذاشته اون از باد و هوای تازه لذت میبره تا اینکه در مقابل چشماش میبینه که امواج دیگه دارن به ساحل میخورن و ناپدید میشن موج با خودش میگه خدای من این وحشتناکه ببین چه بلایی قرار سر من بیاد در همین اسنا موج دیگه ای سر میرسه موج اول رو با دقت نگاه میکنه نگرانیش رو حس میکنه و از اون میپرسه چی شده تو چرا انقدر غمگینی مجول میگه تو نمیفهمی همه ما داریم ناپدید میشیم همه ما موجها داریم هیچ میشیم این وحشتناک نیست نه تو نمیفهمی تو که موج نیستی تو قطره ای از اقیانوسی لبخند میزنم موری دوباره چشماش رو روی هم میزاره و زیر لب میگه قطره ای از اقیانوس قطره ای از اقیانوس نفس کشیدن اون رو نگاه میکنم دم بازدم دم بازدم